فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. پس یهودا یک دست از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی با آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی با آنها گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم، اگر دنبال من می‌گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد: هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیر را که همراه داشت کشیده، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند. و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است که اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه‌ای که دم در خدمتی می‌کرد به پتروس گفت: مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت: نه، نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می‌کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می‌شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می‌کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدند بپرس. آنها می‌دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می‌دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می‌زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه، نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خویشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود، به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند،
مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فسح را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتوس گفت او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردند، چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدن تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. ولی طبق رسم شما من در روز فسح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند نه او را نمی خواهیم. برابا را برای ما آزاد کن. برابا یک راهزن بود.